درود بیکران پاینده ایران. آقا بحث انتخابات اینا دیگه افتادن به چرت و پرتگویی‌های خیلی عجیب. امام جمعه اصفهانشون که برگشته گفته که اگر کسی در انتخابات شرکت نکند التزام عملی به اسلام ندارد. من عاشق امام جمعه اصفهان شدم. یعنی خودش یه چیزی رو الان گفت، گفت آقا اگر کسی در انتخابات شرکت نکند التزام عملی به اسلام ندارد. آخرین انتخابات ما انتخابات 1400 از واجدین شرایط 51% شرکت نکردن و کلا الان بر اساس گفته نه من نه اپوزیسیون نه مخالفین امام جمعه اصفهان 51% اینجا اعتقادی به اسلام ندارن، التزامی دست کم به اسلام ندارن. پس اینکه ما ملت امام حسینیم چرنده است، مگه میزان رأی ملت نیست؟ 51% شرکت نکردن، 48% شرکت کردن، 48% خورده ای بگو 49%. این خیلی نکته مهمیه. پس الان خواهشان، حالا من معلوم میشه شما یه چیزی گفتی این یادمون نره، این یادمون بمونه، بچهای تیم رو دست اینا یادمون بمونه. ببینیم در انتخابات چه شده. الان خودتون میگی در تهران قراره 15% شرکت کنن. خب یعنی الان مردم تهران 85% چی؟ آره 85% در مردم تهران ما اعتقاد به اسلامی وجود ندارن. واسه ما رسیدیم به همون، این که الان تهران قراره 15% شرکت کنه، میرسیم به همون نزدیک عدد 16% هواداران رژیم. چون فقط پوفیوز های هوادار رژیم میرن تو انتخابات شرکت میکنن دیگه. هر کسی هم در این انتخابات شرکت کنه خائنه. میخواد سعید محمد باشه، میخواد رائفی پور باشه یا هر کسی دیگه ای. تعارف نداریم. شما این بچه‌ها رو اینا کشتن برید شرکت کنید تو انتخابات پوفیوزا. من یه چیز خوبی هم که وجود داره، حالا رائفی پور هم گفته این بار فرق داره، یعنی ناخودآگاه داره میگه دفعه پیش یعنی انتخابات ما چرن بوده اما این بار چون من دارم میام فرق داره. یعنی خود این واژه، چون اینا میدونی انقدر بیشعورن نمیفهمن چی میگن، چون واژه این بار فرق داره رو از جنبش زن زندگی آزادی دزدیده، بعد نمیفهمه معناش اگه اینجا به کار ببری یعنی چی. اخی شماها میگید این انتخابات این بار فرق دارد، آقای رائفی پور یعنی آقا انتخابات قبلی ما پدر سوختگری بوده. مرسی که تایید میکنی، ما هم چون میگفتیم اینو چیز عجیبی نیست، ولی اینکه خود زبون شما هم تایید میشه خیلی ممنون. اینجا هم حرفای امام جمعه اصفهان یادمون میمونه که در این انتخابات ببینیم چند درصد، در بهترین حالت در کل ایران میگن 30% شرکت میکنن، یعنی 70% از مردم ایران التزامی به اسلام ندارن. این چیزیه که خودتون گفتید، بعدن زیرش نزنید خواهشن. اما قرائتی بریم ببینیم چی میگه این آقای قرائتی که در حال مرگم هست، قیافه میافش هم دیگه افتاده. ایشون دیگه شروع میکنه تهدید کردن، میگه شرکت نکنید شماها جانی هستی، جنایت کردید. چون انتخابات شرکت باید بکنیم، نه برای خاطر که همه مسئولی کارشون درسته همه کارون درسته، نه صدی که دارم میگم یادگاری توضیح نکنید کار مسئولی نه نه این کار درسته این کار باید بشه، همه عادل هم همه کار درسته. خیلی را نباید دادم احمقی باشه که این کار نبینه، ما احمق نیستیم، توضیح حماقته. بلی تصریف هم میشه. خب میگه که کسافتکاری های نظام و اینا وجود داره، آدم باید احمق باشه اینا نبینه. توجیه هم یعنی حماقت، ما توجیه نمی کنیم. اما تضعیف نظام جنایت. الان میگه خیلی آدم باید دادم احمقی باشه که این بارو نبینه، ما احمق نیستیم، توجیه حماقته. بلی تضعیف هم جنایته. صدها ادا شهید جنبا دستیم دادیم که این جمهوری اسلامی درست شد. ببین میگه صدها هزار، تو میگه اگه شما نه شرکت کنید در انتخابات جنایته، چون ما صدها هزار شهید و جانباز داریم که جمهوری اسلامی درست بشه. خب واقعا اگه شهدای ما جانبازای ما رفتن کشته شدن که جمهوری اسلامی درست بشه، پشم صورتمونه، گروه باباشون. نمیگه ما شهید و مثلا چیز داریم، جانباز داریم که ایران حفظ بشه. اصلا نکنی بحث اینا ایران نیست، بحثشون جمهوری اسلامی است، صرفا جمهوری اسلامی است. آقا جمهوری اسلامی درست بشه. بگیره او بد که او خلاف کرد. بیم دیگه تو انتخابات شرکت نکنیم، تو نماز جمعه بوزی من شرکت نکنیم. صداش هم دیگه در نمیان مردی که شما بگونه که حالی گیرم فلان روحانی هم بد شد، قرارتی بعدا بد شد. بگیره که دیگه شما اگر یه داروخانه بسته بود میگی خب زنم بمیره از قصه دیدارو یه طور دیگه، یه
آدم خوب رو کره زمین هست نه؟ یه آدم خوب باشه شما هم داره بعد بشه یعنی یه نونوای باز بشه خونه یا یه نونوای که باز بود یه کارخونه که باز بود بعدم همه رو پایش آسمون ریسمون داره میکنه که شرکت کنید. همه حساب میکنید. توضیح نمیکنیم این هست نفس هست کم بود هست اما تضعیف هم نرفتن بسند تضعیف نظام تضعیف نظام نمیگه تضعیف ایرانه نگاه کنید پیر خرفتو میگه نیومدن در انتخابات تضعیف نظام این کار نکنید نمیگه تضعیف ایرانه اصلا کاری به ایران ندارن اینا خب ما اصلا خب میخواییم تضعیف نظام بشه اصلا تکمیل رسالته به یه آقای گفتن شما مشکلیات با کفش من توسعه میه گفت من هنر داشتم جوری برنامه ریزی کردم که اینا با کفش از خیابون میان توسعه میان تو هم یه حدیث با کفششو بگیرم اصلا دیگه صداش هم خوب نمیاد من همینست دیگه چی میگه داره آسمون ریسمون میکنه حرفش هم اینه که آقا جان نیاید شرکت نکنید جنایت کردید دیگه همه داشته هاشونو دارن میارن رو دایره حالا یکی دو تا برنامه دیگه امروز در طول برنامه هفتگیمون داریم و بهش میرسیم دیگه همه داشته هاشونو دارن میارن وسط دیگه تفلک رایفی پور اومده وسط آقا این بار فرق داره سعید محمد آورده بعد دعواهای علکی را میندازن با جلیل محبی جلیل محبی به این حمله میکنه بعد اسم منو باز میارن وسط اون یارو ملا علیز میگه بعد رایفی پور میاد مقاله مینویسه اسم منو دوباره به کار میاره یعنی همه این تمام این جنجال ها رو میخوان را بندازن که این سیرک انتخاباتیه یه خورده گرم بشه این حرفا نیست توده مردم قطعا شرکت نمیکنه حالا خواهید دید همونطور که ما گفتیم که قطعا اسرائیل ورود میکنه به خاک غزه حالا امشب اگر برسیم برنامه هفتگیمون تموم بشه برای شب برنامه جالبی داریم خود جریان مذهبی نشسته میگه همه تحلیل های ما متاسفانه تا اینجا کار اشتباه در اومده ما اومده بودیم گفتیم که رو سه حوزه امیدوار بودیم اسرائیل کوتاه بیاد یکی افکار عمومی یکی فشار اقتصادی یکی بخش نظامی متاسفانه افکار عمومی پشمش است بحث فشار اقتصادی هم که الان پولش رفت بالا تو اینجا ما شکست خوردیم دیگه امیدواریم که حماس یه کاری بکنه حماس اگه میتونست کاری کنه تونل‌هاش انقدر مثل آب خوردن دست اسرائیل نمیافتاد دونه دونه داره تونل‌ها رو کشف میکنه قضایا کاملا روشنه به هر حال دیگه همه داشته‌هاشون رو ریختن وسط دیگه یه انتخاباتی دارن خودشون هم میدونن وضعیتی اولا همه رو رد صلاحیت کردن نکته‌ای هم که وجود داره خودشون هم نمیخوان توده مردم میخوان نمایش بیان یادتون باشه خود ببین جمهوری اسلامی مطمئن مردم شرکت نمیکنن و جمهوری اسلامی هم مطمئنه هم نمیخواد که مردم شرکت کنن که حالا یه تعداد اندکی خودشون بیان و رأی رو بدن و بالاخره مجلس فرمایشی خودشون و شورای نگهبان فرمایشی خودشونو اصلا همین شورای نگهبان قضایا به جایی رسیده که صداهای خودشون در اومده من این اگه بتونم یه لحظه نشون بدم خیلی جالب بود یعنی توییتی که امروز این یارو رائفی پور زده خیلی خیلی جالبه اینو اگر بتونم یک لحظه نشون بدم که اصلا دیگه رد صلاحیت‌ها در ابعادی است که صدای خود رائفی پورها در اومده یعنی خودشون دیگه دارن میرن تو مرحله ریزش ها نگاه کن این توییت امروز رائفی پوره خیلی جالب بود میگه پس از حماسه خراسان جنوبی خراسان جنوبی داستان چیه 5 تا کاندید داشته یکیش ابراهیم رئیسی بوده با 4 نفر دیگه رد صلاحیت شدن میگه پس از حماسه خراسان جنوبی این خبر در صورت صحت حقیقتا شوک‌آور و مایوس کننده است یکی دیگه از چهره‌های مهمشون هم رد صلاحیت کردن برای شورای نگهبان ببین ریزش ها دیگه بس امید دانا اینا نیست رائفی پور داره میگه آقا حقیقتا شوک‌آور و مایوس کننده است این چه چیز انتخاباتی همه رو رد صلاحیت کردی اصلا بعضی از کرسی ها خالی مونده بعضی از کرسی‌های مجلس این بار اصلا چیز نداره نماینده نداره اصلا این وضعیت عجیبیه 11 کرسی از 88 کرسی رقیبی نداره یعنی از همه رو چیز که رد صلاحیت کردن در سه استان تعداد صندلی‌های این مجلس بیش از تعداد صلاحیت شدگان هست یعنی در استان مثلا اینجا الان بزنیم که چیه اینم جالبه تعداد میتونم اینم تصویرش رو نشونتون بدم یه لحظه یعنی ببین این خودشون هم خودشونو دیگه دارن مسخره میکنن رسما اینجا بفرمایید اینجا خیلی جالبه استان الورز مثلا تعداد ثبت نام کنندگان 11 تا تعداد داوطلبان تایید شده 2 تا
دو تا دیگه، نه چهار تا، چهار تا نه دو تا باشه، پیکسلش پایینه، دو تا، تعداد کرسی سه تا، یعنی سه تا صندلی دو نفر تایید شدن، این هیچکی هم نره انتخابات شرکت نکنه، این دو تا انتخاب میشن. اگر سه تا کرسی باشه چهار تا صلاحیت، بله بین این چهار تا انتخابات میکنن که از این چهار تا سه تاشون برن اون سه تا صندلی رو پر کنن. ولی الان ما سه تا صندلی داریم، دو نفر تایید شده داریم، دیگه الان اینجا دیگه انتخابات معنا داره آخه پوفیوزا؟ یعنی اصلا اذیتمون نکنید در خدا، یعنی اصلا دیگه انتخابات معنا نداره که تو خیلی از این چیزا که الان من دارم میبینم باور نکردنیه. یعنی تعداد بعضن صندلی‌ها، مثلا اینجا تو استان چیه؟ استان فارس، استان شیراز، استان فارس، ببین اینجا 20 نفر ثبت نام کردن، از 20 نفر 4 نفر تایید شدن، از 4 نفری که تایید شدن 5 تا صندلیه، یه نفر کم دارن باز برای انتخابات. خدایا بغل اینا تو ایران امکان داره رخ بده، ولی پاویوزا میگن یه انتخابات پرشور داشته. وقتی سه تا صندلیه چجوری باید دو نفر کاندید هستن ما انتخابات پرشور داشته باشی؟ ما اصلا هیچی هم نره شرکت کنه، این دو نفر میرن مجلس، دیگه کسی نیست جاشونو بگیره. خدایا پاینده ایران بدرود.